با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من نوشین ثابتی هستم و نخستین برنامه سال 2010 رو از تلویزیون اندیشه لس آنجلس تقدیم حضور شما میکنم. برای شما مژده دارم که امروز برای شما هدیه ای آوردم، هدیه ای به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی که ایشون رو، دوست عزیزی رو که در استودیو داریم، نوجوان بسیار ارزنده و برازنده رو به شما معرفی خواهم کرد. امروز خیلی خوشحالم که به طور تقریبا بسیار تصادفی این شانس نصیب من شد که نوجوانی رو در برنامه‌ام داشته باشم. میدونیم که دنیا سازنده جهان، سازنده فردا، آینده سازان هستند که همانا نوجوانان و جوانان و کودکان باشند. در طی سالهای گذشته همواره در مورد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با هم به سخن نشسته ایم و از اهمیت چگونگی تعلیم و تربیت و خصوصا پرورش کودکان صحبت کرده ایم. اجازه بدین از این مقدمه که گذشت بریم به سراغ مهمان عزیزی که همه شما بی‌صبرانه منتظرش هستید، خصوصا اونهایی که در روی فیسبوک با من دوست هستید. به شما این مژده رو از دیشب دادم که امروز این مهمان نوجوان رو داریم. مهمان نوجوان ما جاناتان هست. جاناتان بسیار خوش آمدید. Happy and honored to have you in my show. جاناتان رو بذارید معرفی کنم که ببینید چرا با دو زبان گاهی ناچار هستیم با او سخن بگیم. جاناتان فقط 15 سال داره. پدر جاناتان ایرانی هست و مادر جاناتان آمریکایی هستند. جاناتان در آمریکا به دنیا آمده و هنر زیبای موسیقی رو برگزیده. جاناتان 10 ساله بوده که ویولن را آغاز کرده و ویولن زده و بعد تمریناتی رو به مدت 3 سال کلاسیک کار کرده، موسیقی کلاسیک کار کرده که حالا عکس جاناتان رو میبینیم. منتها چون جاناتان اینجا برای ما برنامه زنده خواهد داشت، صدا لازم نیست داشته باشیم، برای اینکه دیگه خودش رو ازش اینجا استفاده خواهیم کرد. جاناتان آهنگ‌های ایرانی رو تنها 1 ساله که آغاز کرده و می‌نوازه و تازه هست، به تازگی داره ردیف‌های موسیقی رو می‌نوازه زیر نظر استاد مهرداد اعرابی. از خواهم که جاناتان در کارهای خیر و خوب بسیار شرکت کرده، فاند ریزینگ یعنی جمع‌آوری اعانات در مراسم خیریه و جاهایی که لازم هست به اصطلاح پول جمع بشه برای کارهای خیریه. و همچنین شما دوستان میدونید که من هر سال در کنفرانس شیکاگو شرکت دارم و جاناتان در کنفرانس شیکاگو هم شاهکار آفرید و البته در تلویزیون های دیگه و برنامه های دیگه هم دیده شده. اینه که ممکنه برخی ها با چهره نازنین جاناتان آشنایی داشته باشن. خب جاناتان، one more time welcome to Inner Peace Show. Thank you. And you know, tell me some about yourself. School, which grade are you in? Well, right now I'm currently in high school in the 10th grade, and I live in Orange. Orange County. Orange County. جاناتان میگه من کلاس دهم هستم، در دبیرستان هستم و در اورنج کانتی لس آنجلس زندگی میکنم. And I also live in the city of Orange and go to Orange High School. به مدرسه اورنج هم میره. And yes, I'm in 10th grade. جاناتان، do you speak Farsi at all? Limited, but yes. Limited. Okay. همینه فارسی بگو. Okay. فارسی صحبت میکنی؟ داریم جاناتان رو روی هات سیت نشونده. جانا.
من کمی فارسی صحبت میکنم. خیلی خوب صحبت میکنی. اوکی بابا، این اعتماد به نفس در جوانا رو باید با تشویق و تایید ایجاد کرد، به وجود آورد. عرض کنم که جاناتان، ما میخواییم که تو برای ما امروز موسیقی بزنیم، اما صبر کن. قبل از اینکه شروع کنیم، tell me some about Persian music. How come you are so much interested to learn Persian Iranian music؟ چرا اینقدر علاقمند هستی که موسیقی ایرانی بنوازی؟ تو که آمریکایی هستی، مامان آمریکایی هستن و میدونم که بابا و مامان بزرگ و خانواده ایرانی داری، ولی موسیقی کلاسیک اینترنشنال هم مثل بتوون و باخ و غیره هم بازی میکنی، یعنی میزنی، منم حالا دارم ترجمه میکنم، بازی میکنی، یعنی پلی میکنی میزنی، ولی چرا اینقدر علاقمند هستی به موسیقی ایرانی؟ Well, you're absolutely right. I did start out actually with classical, and again, it was not until a year ago that I started Persian music. And what I've really loved the most about Persian music is actually the freedom it allows you, you know, to have on your own instrument. And see, in classical, the notes, I mean, literally, it's in black and white. You had to follow exactly what's on the notes. In the Persian, and it's not Persian is not the only one that does this, but Persian music especially lets you do whatever you want in the ahang in the song, and it even has its own kind of music called an avaz, which is complete freedom and give you actually you can create in the moment. Of course. And an avaz is non-metrical, there's no beat, there's no form of measure, and you can create literally an infinite amount of music. بذار من تا همینجا رو برای دوستانی که احتمالاً در ایران، که من میدونم همه دارن انگلیسی صحبت میکنن، I love you guys. جوانای ایران واقعا I love them. عاشقتونم که اینقدر شماها باهوش و با talent هستین. چی میشه talent؟ استعدادهای بسیاری دارین در شما ایرانی. ولی برخی از دوستان ایرانی که در اروپا و جاهای دیگه زبانهای دیگر رو صحبت میکنن، من بگم که تو چی گفتی؟ جاناتان توضیح میده که من در موزیک کلاسیک، موزیک های بین‌المللی، در واقع یک به صورتی سیاه و سفید هست و اون چیزی که جلوت میگذارن تو باید اون رو دنبال کنی و بنوازی، در صورتی که در موسیقی ایرانی مخصوصا آواز، که من نمیدونم ایشون خودش بهتر میدونه و دوستانی که موزیسین هستن میفرماین که اونجا نوازنده عرض کنم که خالق میتونه باشه و در لحظه آهنگ رو بپردازه، بسازه و خلق کنه در واقع.